در ایالت تگزاس آمریکا شهری وجود داره به نام وست. در سال 2013 مردی در یکی از جاده‌های اطراف این شهر به همراه بچه‌اش داشت رانندگی می‌کرد. سرش رو برگردون به طرف چپ که به ناگاه چشمش می‌افته به یک ساختمان شعله‌ور که 200 متر اونورتر داره می‌سوزه. اون موبایلش رو در میاره و این فیلمو می‌گیره. خوشبختانه این پدر و فرزند صدمه نمی بینند، اما در دوروبر این انفجار 15 نفر کشته میشن که بیشترشون هم مامورهای آتش نشانی و پرسنل آمبولانس ها بودن. وقتی کارشناسان اومدن بررسی کنن چرا این آتش روشن شده و چرا منفجر شده، دیدن اینجا یک انبار نیترات آمونیوم بوده. دیویست و چل تن از این ماده خطرناک اینجا نگهداری می شده. باید بدونید که نیترات آمونیوم یک نوع کود شیمیاییه و انباری که این مواد توش نگهداری میشه باید به شدت امن نگه داشته بشه. در غیر این صورت آتش سوزی و انفجار وحشتناک حتمیه. این وسط یک پرانتز باز کنم که انفجار وحشتناک بیروت بر اثر همین مواد بوده، منتها تو اون انبار 2750 تن نیترات آمونیوم نگهداری می شده. یعنی بیشتر از 10 برابر مقداری که تو وست تگزاس نگهداری می شده. اگر یادتون باشه در سال 2004 یک قطار در نیشابور منفجر شد. قطاری که 7 واگنش حدود 400 تن نیترات آمونیوم حمل می کرد. این قطار در نزدیکی ده خیام در نیشابور منفجر شد و حدود 300 نفر رو به کشتن داد و 460 نفر هم مجروح شدن. می گفتن قدرت این انفجار حدود 180 تن TNT بوده. بگذاریم، برگردیم به داستان اصلی. همه اینهایی که تعریف کردیم برای این بود که برسیم به فاجعه اصلی، فاجعه بوپال در هندوستان. بوپال یک شهریه در مرکز هندوستان. شهر و منطقه‌ای که در طول تاریخ هند زیاد مهم نبوده، اما وقتی به دهه 1950 میلادی میرسیم بوپال تبدیل میشه به یک شهر صنعتی مهم، اما یک شهری کاملا نامتساوی. بیشتر از 90% به شدت فقیر و 1% کمی خیلی پولدار. 20% جمعیت این شهر اصلا خونه زندگی ندارن. با وجود اینکه کار میکنن اونها یه جورایی کارتون خوابن و یک حلبی آبادهایی برای خودشون درست کردن. اگر ویدیوی فاولای برزیل رو در آنتن دیده باشید میدونید که حلبیابات‌های اونجا رو بهش میگن فاولا. به حلبیابات‌های بوپال هم میگن کوچا، اما فاولا در برابر کوچال خیلی پیشرفته تره. با وجود اینکه هر دوتاشون به شدت افتضاحن، اما کوچا خیلی بدتر. زمان میگذره و میرسیم به سال 1984، زمانی که بوپال به شدت رشد کرده و به یک شهر 1 میلیون نفری تبدیل شده که 20% از این 1 میلیون نفر در کوچا ساکنن. بزرگترین کارخونهی که در شهر بوپال قرار داره در شمال این شهره و درست وسط حلبی آباد کوچا قرار گرفته. یعنی شرکت بزرگ یونیون کارباید مالک این کارخونه دقیقاً در وسط کوچا قرار گرفته. پس مشخصه که بیشتر کارگران یونیون کارباید ساکنان همین حلبی آبادن. در دهه 1980 دنیای کشاورزی متحول شده بود.
و در تمام دنیا یک نوع انقلاب کشاورزی صنعتی داشت اتفاق می‌افتاد. مخصوصاً فناوری‌های از لحاظ کود و سم. شرکت یونیون کارباید هم کارش حسابی گرفته بود، چون سموم جدید کشاورزی تولید می‌کرد که همه جای دنیا می‌خریدن. اونها درصد بالای سود می‌کردن. اول از اینکه کارگرها بیشترشون از کوچا بود، خیلی ارزون. دوم از این، محصول براشون ارزون در می اومد و مشتریش هم تو همه جای دنیا بود. پس یونیون کارباید موقعیت خوبی داشت و پول پارو می کرد. سمومی که امروز فروخته میشه اصلاً با سمومی که در دهه 1980 تولید میشد قابل مقایسه نیست، چون اون موقع هیچ قانونی وجود نداشت و تولید کننده سم برای اینکه محصولش کارایی بالایی داشته باشه، هر ماده مضر شیمیایی رو میزد تو این سما که قوی‌تر و قوی‌تر بشه. این سما وقتی تو زمین‌های کشاورزی استفاده می‌شد، نه تنها تمام موجودات اون ناحیه رو از بین می‌برد، بلکه انسان‌هایی هم که اون نزدیک بودن صدمه می‌دیدن، منتها خودشون نمی‌فهمیدن. این کارخونه یونیون کارباید در دهه 80 سم می تولید می کرد که اگر یک قاشق چایخوریشو به یک کرگدن می دادی در جا می مرد، 5 دقیقه بیشتر زنده نمی مرد. حالا تصور کنید گاز این سموم چی کار می کنه. اگر شما در دهه 80 میلادی زندگی کرده باشید، حتما بدنتون با این سموم آشناست، چون شاید میوهی خورده باشید، گیاهی خورده باشید که حتما این سموم روشون زده شده باشه. نگران نباشید، طوری نمیشه، اما اگر دراز مدت ادامه پیدا میکرد حتما صدمات کلی میزد. حالا یه مقدار این شرکت یونیون کارباید رو بشناسیم. یونیون کارباید یک شرکت آمریکاییه، هم تو آمریکا کارخونه داره، هم تو فرانسه و هم در هندوستان. اما کارخونه های آمریکا و فرانسه را اصلا نمیتونی با این کارخونه بوپال هند مقایسه کنی. اونها کاملا پیشرفته و استاندارد و تمام موارد ایمنی رعایت شده، اما تو بوپال وضعیت اسفناکی داره، به طوری که کارگرها حتی کفش پاشون نیست. یه جورایی شرکت یونیون کارباید مسئولان شهر بوپال رو خریده بودن و هر کاری دوست داشتن میکردن. مثلا به مسئولان شهر پول میدادن که اجازه ندید خبرنگار نزدیک این کارخونه بشه. مثلا از سال 1979 تا سال 1984 25 نفر از کارگران این کارخونه به خاطر سهل‌انگاری کشته شدن. هیچ کسی هم اینها رو بازخواست نکرد. هرچی خانواده کشته شده ها شکایت میکردن به هیچ جایی نمیرسیدن. کار به جایی میرسه که این کارخونه عظیم دیگه هیچ نوع امنیتی نداره. مسئولان شرکت برای اینکه پول بیشتری بسازن از فساد در بوپال استفاده میکردن و تمام قوانین امنیتی رو میونبر میزدن، تا جایی که یک عالمه مواد منفجره خطرناک تو این شرکت انبار شده، اونم بدون هیچ نکات امنیتی. مثل این میمونه که یک کامیون با کلی بار تو سرازیری افتاده و ترمزاش هم درست کار نمی کنه. شهر بوپال رو هم الان مثل این کامیون تجسم کنید. وقتی میرسیم به 2 دسامبر 1984، این کامیون میرسه به انتهای راه و باید ترمز کنه، اما ترمز نیست. در زیر زمین این کارخونه 3 تا تانک بزرگ وجود داشت که پر از متیل ایزوسیانات بود که این فرمولشه. این یکی از مواد اولیه مهم برای تولید سموم قوی بود. ماده ای هم هست که به شدت واکنش پذیره و امکان انفجارش بالاست. امنیت هم که گفتیم وجود نداره. یک دونه از شیرهایی که آب وارد این تانک ها می کرد خراب میشه و شروع میکنه نشت آب داخل تانک. تانکی که تحمل فشارش باید دوروبر 3-4 PSI باشه، بعد از 2 ساعت که آب وارد اون میشه به فشار 55 PSI میرسه. وقتی فشار این تانک ها بالا میره، درجه حرارت هم هر لحظه میره بالاتر و به جایی میرسیم که 300 درجه سانتیگراد تو این تانک ها حرارت ایجاد شده. فشار بالای این تانک ها باعث میشه که شروع کنن به لرزیدن. تا
تانک‌ها شروع می‌کنن به نشت کردن. کسانی که در اطراف این تانک‌ها داشتن کار می‌کردن، از جمله اهالی کوچه، نه تنها بوی افتضاح این سم رو دارن حس می‌کنن، بلکه چشماشون هم شروع می‌کنه به سوختن. آدم‌ها دارن مسموم میشن و یکی یکی می‌افتن. مثل اینکه ملخ‌ها رو سمپاشی کردی و یکی یکی می‌افتن، آدم‌ها دارن همینطوری می‌افتن. یک ساعت دو ساعت بعد از این داستان، این تانک ها هنوز دارن نشتی میکنن و گاز متیل ایزوسیاناتی که از این تانک ها خارج میشد بالا سر شهر بوپال یک ابر تشکیل داد. ابری که حاوی 45,000 کیلو گاز متیل ایزوسیاناته. ابر مرگباری که بالا سر 1,000,000 انسان ایستاده. همون شب اول بیمارستان های شهر پر از افرادی شد که نمیتونستن تنفس کنن و چشماشون هم هیچی رو نمیبینه، چون این گاز چشمای اونها رو میسوزون. تا صبح فردا 55,000 نفر تو بیمارستان ها ازدحام کردن و کمک میخوان. دو روز میگذره و این ابر هنوز بالا سر بوپاله. تعداد کسانی که نمیتونن نفس بکشن به 170,000 نفر میرسه، که بیشتر این 170,000 نفر اهالی کوچا هستن، کسانی که دور تا دور این کارخونه زندگی میکنن. آمار رسمی که از این شهر بیرون اومد میگه 16,000 نفر کشته میشن، اما خیلی ها میگن این آمار اصلا درست نیست، چون بیشتر جمعیت این شهر درست ثبت نشده بودن و هیچ کسی هم تعداد مرده ها رو نشمرد. خیلی ها میگن حتی بالای 20,000 نفر کشته شدن. حالا این 16 تا 20,000 نفر که کشته شدن به کنار، 10,000 حیوانی که تو این منطقه زندگی میکردن هم کشته شدن. این سم حتی درخت ها رو میخشکوند. دقیقاً باید اینجوری تجسم کنید که یک شهر 1,000,000 نفری با تمام انسان ها و حیوانات و گیاهانش سمپاشی شدن. اونم نه یک سم معمولی، یک سم مرگبار. اما فاجعه به همینجا ختم نمی‌شد. ده‌ها هزار نفر دیگه از اهالی شهر دچار بیماری‌های تنفسی شدن. اونم نه بیماری‌های ساده، بیماری‌هایی که زجرکش می‌کرد. سال‌های سال کودکان ناقص به دنیا می‌اومدن و همش هم به خاطر اثر این گاز روی مردم بود. هر کسی آب این شهر رو میخورد به شدت مسموم میشد. 39 سال از این فاجعه گذشته، امروز هم هر کس آب اطراف این کارخونه رو بخوره حتما مریض میشه. زمانی که کرونا شیوع پیدا کرد و این بیماری به شهر بوپال رسید، یکی از بیشترین کشته ها در این شهر بود، چون میگن ریه افرادی که در این شهر تنفس کردند ضعیفتر از جاهای دیگه بوده. برای همین کرونا کلیا رو از بین میبره. خب حالا این خرابکاری رو کی تاوانشو داد؟ هیچکی، فقط مردم بوپال. یونیون کاربایت هر روز یه حرفی میزد و فریاد هیچ کس هم به جایی نمیرسید و این به خاطر فساد موجود در اونجا بود. اگر یک همچین اتفاقی در آمریکا یا فرانسه افتاده بود، اون شرکت به خاک سیاه می نشست. اما چون در یک منطقه فقیرنشین هندوستان بود، فریاد هیچ کس به جایی نرسید. حتی دولت خود هندم اعتراضی نکرد. اما دیدن همه جا یه جورای آبروریزی شده. خبرنگارهای غربی مخصوصا خیلی کنجکاوی می کنن و این خبرها و این حرفا برای شرکت یونیون کاربایت خوب نبود. برای همین اونها 470 میلیون دلار به اهالی شهر پرداخت کردن، که شد حدود نفری 800 دلار. ارزون حساب کردن مشتریشه. شرکت یونیون کاربایت دیدن دیگه تولید در بوپال ارزش نداره، برای همین این کارخونه رو تعطیل کردن و از این منطقه رفتن. امروز اگر به بوپال هند بری، هر روز اونجا تظاهرات میبینی. مردم تظاهرات میکنن که شرکت یونیون کاربایت ما رو بدبخت کرده و بعدم نفری چندرغاز انداخته جلوی ما.
ما اصلا اون پولو نمیخوایم. خسارت واقعی شهر بوپالو بدید. اما کسی هم به این اعتراضات اهمیت نمیده. به قول شاعر بزرگ نظامی گنجوی، هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. نمیدونیم انسان ها چرا با هم اینجوری رفتار میکنن، کجا رو میخوام بگیرن؟ لطفا نظر بدید.